His gun's unpinned. Yeah, I know. Oh, he's coming up. تشدید جنگ لفظی ایران و آمریکا در پی افزایش تنش نظامی در خلیج فارس. ترامپ میگوید دستور داده که به قایق‌های سپاه در صورت مزاحمت شلیک شود. این حرف او فقط یک هشدار است یا فرمان آتش؟ از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میپرسم احتمال درگیری نظامی چقدر جدی است؟ پرتاب اولین ماهواره نظامی ایران به فضا. سپاه پاسداران میگوید عملیات موفق بوده. از یک استاد مطالعات نظامی میپرسیم این ماهواره با چه پرتابگری پرتاب شده و چه اهمیتی دارد. همچنین در برنامه امشب دگرگونی روابط انسانی در سایه یک اتفاق بی سابقه. آیا پایان دوران کرونا آغازی برای مناسبات اجتماعی تازه خواهد بود؟ مرغانی دور گردنت خودم دیدم میبندی، چقدر گل داره به سرت خودم دیدم میبندی. و حسن شمایزاده خواننده و آهنگساز از روزهای قرنطینه میگوید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. بیش از 3 دهه است که آبهای خلیج فارس صحنه رویارویی گاه به گاه ایران و آمریکا بوده. آخرین مورد 4 شنبه گذشته، زمانی که آمریکا گفت که 11 قایق سپاه پاسداران در شمال خلیج فارس برای شناورهایش مزاحمت ایجاد کردند. در ادامه امروز رئیس جمهوری آمریکا در توییتی اعلام کرد که به نیروی دریایی این کشور دستور داده که اگر قایق‌های ایرانی برای کشتی‌های آمریکایی ایجاد مزاحمت کردند، آنها را هدف قرار دهند و منهدم کنند. سخنگوی نیروهای مسلح ایران در پاسخ گفته که آمریکا قلدری را کنار بگذارد. این جدیدترین تهدیدها در شرایطی که هر دو کشور درگیری‌های فراوانی در داخل کشورهایشان دارند چقدر جدی است؟ در این باره با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفتگو می‌کنیم. اول گزارشی از بهمن کلباسی. دونالد ترامپ به جای تهدید این بار یک دستور صادر کرده است. فرمانی که در شبکه اجتماعی توییتر نوشت به نیروی دریایی ایالات متحده داده تا اگر بار دیگر قایق‌های ایران برای ناوهای آمریکا در آب‌های منطقه به قول او مزاحمتی ایجاد کردند، بیدرنگ آنها را هدف قرار داده و نابودشان کنند. His guns unpinned. Yeah, I know. واکنشی به نزدیک شدن هفته پیش تعدادی از شناورهای نظامی ایران به ناو جنگی ایالات متحده در خلیج فارس. ناوگان 5 آمریکا آن را برخوردی تحریک‌آمیز و آزاردهنده خواند و گفته بود هشدارها به این قایق‌ها 1 ساعت بی پاسخ مانده. نزدیک شدن دوباره ایران و آمریکا به نقطه برخورد مستقیم نظامی که این بار سبب دستوری از سوی رئیس جمهوری آمریکا شده که نزدیک شدن دوباره قایق‌های ایران به ناوهای آمریکا را به مراتب خطرناک‌تر خواهد کرد. آقای ترامپ نزدیک 4 سال پیش، چند ماه پیش از انتخاب شدنش هم وعده مشابه داده بود. And by the way, with Iran, when they circle our beautiful destroyers. در ضمن در مقابل ایران، اگر با قایق‌های کوچیکشون دور ناوهای زیبای ما بچرخند و حرکات غیر قابل قبول انجام بدن، نابودشون می‌کنیم. Shot out of the water. Okay, believe me. او 2 سال پیش هم در شبکه اجتماعی توییتر کاهش و به صفر رسیدن نزدیک شدن قایق‌های ایران به نیروهای دریایی کشورش را یکی از دستاوردهای سیاست فشار حداکثری خوانده بود. پس از توییت ترامپ، معاون فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا سعی کرد تعریفی از اقدام تحریک‌آمیز ارائه دهد. If you come across and you're in a safe distance and you're waving. اگر قایق‌های ایران با فاصله امن دست تکون بدن، خب اون حساب نمیشه. ولی اگر بیان و سلاحشون رو به طرف ما بگیرن، این یک حرف دیگه است. ما میدونیم که خط قرمز کجاست. In order to do that, I think the president's message was crystal clear and we don't need any more actions. ابوالفضل شکارچی، یک سخنگوی نیروهای مسلح ایران، در واکنش دونالد ترامپ را به قلدری متهم کرده و گفته آمریکا اگر عرضه دارد نیروهای نظامیش را از کرونا نجات دهد.
تحریک و تهدیدهای متقابل که حتی در اوج بحران جهانی کرونا که ایران و آمریکا را گرفتار کرده است هم متوقف نشده و هر روز دو طرف را به یک برخورد مستقیم نظامی نزدیکتر می کند. بهمن کلبسی، بی بی سی، نیویورک. پیشتر گفتگویی داشتم با مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و پرسیدم آیا آمریکا نگران نیست که جنگی با ایران در بگیرد؟ ما یقیناً به دنبال جنگ نیستیم و پرزیدنت ترامپ هم در این یک سال و نیم اخیر این رو به طور مشخص گفته و اعلام کرده که حاضر با ایران هر زمانی هر جایی گفتگو کنه و از زمان شروع بحران کرونا هم ما هم به صورت خصوصی هم در مجامع عمومی در ملأ عام پیشنهاد کمک دادیم به ایران که برای مردم ایران کمکی باشیم در این شرایط بسیار دشوار و وحشتناک و پیشنهاد ما همچنان بر سر جای خودش هست بدون اینکه هیچ قصد جانبی در کنارمون باشه. اما حکومت ایران باید رفتار خودش رو تصحیح کنه. وقتی که اونها از قوانین و قواعد بین المللی عدول میکنن در آبراهای بین المللی، از قوانین دریانوردی سرپیچی میکنن، اون وقتی که ما باید اونها رو پاسخگو کنیم برای اقدامات خودشون. و البته هر وقت که ببینیم که رژیم ایران قدم هایی داره برمیداره که از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل سرپیچی کنه، به طور مشخص قطعنامه 2231 شورای امنیت در ارتباط با پرتاب موشک‌ها، ما این رو جدی می‌گیریم در ایالات متحده. بنابراین ما از شورای امنیت سازمان ملل خواهیم خواست که با ایالات متحده و دیگران همکاری کنند تا اطمینان حاصل بشه که رژیم ایران برای سرپیچی خودش از این قطعنامه‌ها پاسخگو بشه. مشخصاً راجع به اتفاقی در خلیج فارس اگر بخوایم صحبت بکنیم، عده‌ای معتقدند که تعریف ایجاد مزاحمت تعریف گسترده‌ایه. دقیقاً چه اتفاقی اگر بیفته آمریکا ممکنه واکنش نظامی نشون بده؟ من طبیعتاً قطعا این رو به همکاران خودم در وزارت دفاع آمریکا واگذار میکنم که جزئیات بیشتر رو توضیح بدن. اما نکته در اینجاست که رژیم ایران باید بدونه که پرزیدنت ترامپ جدی است و در طول 6 ماه گذشته و در طول 1.5 سال گذشته تمام تصمیماتی که گرفتیم نشون میده که ما در این باره جدی هستیم و نیروی دریایی آمریکا دستورهای دریافت کرده تا اینکه با هر گونه مزاحمت از جانب قایق‌های کوچک ایران برخورد کنه و بنابراین به نفع ایران نیست که بخواد که این اراده ما رو آزمایش کنه. مقام‌های پنتاگون ساعتی پیش استقبال کردند از هشدار آقای ترامپ، اما اعلام کردند که سیاست فعلی قرار نیست تغییری بکنه. واکنش شما چیه؟ من مطمئن نیستم که منظورشون چی بوده، اما فکر میکنم چیزی که داشتن بهش اشاره میکردن بحث rules of engagement یا قواعد رفتار و برخورد باشه بین طرف ها. ایالات متحده به دنبال جنگ و مجادله نیست. ما به دنبال صلح هستیم، به دنبال راه حل صلح‌آمیز هستیم برای حل مشکلات بین دو دولت ما. اما پاسخ کار برداشتن تحریم ها یا کم کردن تحریم ها نخواهد بود. از نظر ما در نهایت به راه حل میرسیم اگر که رژیم ایران دریابه، متوجه بشه که برای اقدامات خودش باید پاسخگو باشه و مسئول باشه و اقدامات اونها برای اونها میتونن پیامدهای منفی داشته باشن. ما میخوایم به ایرانی ها بگیم که شما به برداشتن تحریم ها نخواهید رسید و اجازه نخواهید داشت که کشتی های ما رو براشون مزاحمت ایجاد کنید و ما تمام کمپین فشار خودمون بر ایران رو ادامه خواهیم داد تا زمانی که ایرانی‌ها به میز مذاکره بیان. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که در اواسط ماه مارس نشستی آقای ترامپ داشتند با مشاورانشون. مشاوران نظامی مخالف برخورد نظامی با ایران بودند در این مقطع، اما بعضی از مشاوران سیاسی معتقد بودند ایران که درگیر ویروس کرونا است در موقعیت ضعیفی قرار داره و خوبه که یک حمله محدود موشکی به ایران بشه برای اینکه ایران رو به پای میز مذاکره بیارن. به نظر میاد که تا اینجای کار آقای ترامپ در واقع تشخیصشون این بوده که وارد درگیری نظامی نشن، اما فکر میکنید ممکنه این معادلات تغییر بکنه؟
Yeah, I never comment on private conversations and deliberations. من هیچ وقت درباره مکالمات خصوصی پرزیدنت ترامپ و تیم او مثل آقای وزیر پومپئو و دیگران اظهار نظر نمی کنم، اما در یک سال و نیم اخیر پرزیدنت ترامپ در دو سال و نیم اخیر بارها گفته که میخواد که از درگیری نظامی پرهیز کنه و او همواره ابراز امیدواری کرده که رژیم ایران در نهایت متوجه بشه که باید رفتار خودش رو عوض کنه و تا زمانی که رژیم ایران به این نتیجه نرسه و به میز مذاکره نیاد، ما اونها رو پاسخگو نگه خواهیم داشت و هر کار لازمی رو خواهیم کرد. ایران باید مسئولیت بپذیره برای کارهایی که نیروهای غیر شبه نظامی شیعه در باقی منطقه انجام میدن. ما یکی از اقداماتی که در همین راستا کردیم مشخص کردن اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی بوده و همینطور رهبران اون. این پرتاب های موشک اخیر هم همونطور که گفتم برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هست و بنابراین ما همه این ایران رو برای همین اقدام ها پاسخگو خواهیم دانست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز مدعی شد که یک ماهواره نظامی رو در مدار زمین قرار داده. آیا آمریکا شواهدی در دست داره که تایید بکنه این ادعا رو؟ I think you're going to see a lot take place at the United Nations as it relates to this. من فکر می‌کنم در ارتباط با این مسئله اخیر در سازمان ملل شاهد تحولات زیادی خواهیم بود. همونطور گفتم باید بگم که آقای وزیر پومپئو گزارشی رو داره تهیه می‌کنه برای سازمان ملل برای اینکه این پرتاب خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت هست و این ادعا که این یک برنامه صلح‌آمیز باشه، ما همواره در گذشته گفته بودیم که برنامه‌های موشک ایران هدفشون صلح‌آمیز نیست و هیچ وقت اون ادعا رو جدی نگرفته بودیم. بنابراین همونطور که گفتم ما از شورای امنیت سازمان ملل خواهیم خواست که در این باره تحقیق کنه و اطمینان حاصل کنه که اقداماتی که کشورها انجام میدن در سرپیچی از قطعنامه شورای امنیت برای اونها عواقبی خواهد داشت. درسته، ولی سوال من اینه که آیا آمریکا میتونه تایید بکنه که اصلا چنین اتفاقی افتاده؟ آیا ماهواره نظامی ایران در مدار زمین قرار گرفته؟ چون کشورهای معدودی هستند که توان و فناوری لازم برای تایید این رو دارن. Yeah, that would be something that my colleagues. بله، این چیزی است که همکاران من در وزارت دفاع باید در این باره توضیح بدن و احیانا اون رو تایید کنن. مورگان اورتگاس بود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همطور که اشاره شد میگوید اولین ماهواره نظامی ایران را با موفقیت در مدار زمین قرار داده. به گزارش رسانه‌های ایران ماهواره نور از کویر مرکزی ایران پرتاب شد. حسین سلامی فرمانده سپاه گفته که قرار گرفتن این ماهواره در فضا میتواند در جنگ‌های اطلاعاتی زمینه‌های قدرتمندی برای جمهوری اسلامی ایجاد کند. پیشتر چند تلاش ایران برای پرتاب ماهواره‌های غیر نظامی شکست خورده بود. آمریکا در واکنش به خبر پرتاب ماهواره نظامی ایران گفته این اقدام مغایر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و از ایران به این شورا شکایت خواهد کرد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این ماهواره برای قاصد است. اولین بار است که ایران ماهواره نظامی به هوا پرتاب می‌کند. اولین بار است که سپاه پاسداران چنین کاری را به نام خود ثبت می‌کند. دستیابی به فناوری‌های فضایی برای رسیدن به توانمندی‌های برترساز برای یک نیروی دفاعی قدرتمند مثل سپاه پاسداران یک ضرورته. گفته شده که مدار ماهواره نور ارتفاع 425 کیلومتری است. نمایش قدرتی در مقابل بازیگران دیگر. از این رو چنین کاری بیش از همه در چارچوب تنش بین ایران و آمریکا دیده می شود. واکنش دولت آمریکا هم قابل پیش بینی بود. اینکه پول فعالیت های سپاه چرا خرج مردم نمی شود؟ و اینکه این فعالیت ها خلاف اراده جهانی است. سپاه پاسداران که ما سازمانی تروریستی معین کرده ایم امروز یک موشک پرتاب کرد. من فکر می کنم حق هر کشوری است که به سازمان ملل برود و ببیند که آیا این کار سپاه با مصوبه شورای امنیت همخوانی دارد یا نه. به نظر من اصلا همخوانی ندارد. امیدوارم رژیم ایران به این خواست مردم ایران احترام بگذارد که اولویت را به اختصاص منابعش برای امنیت و سلامت مردم بدهد، نه کارزارهای جهانی ترور. برای کشورهایی که نگران پیشرفت‌های نظامی ایران هستند، مسئله اصلی قابلیت موشکی ایران است.
اینکه ایران توانسته یک ماهواره را به فضا پرتاب کند، دولت‌های غربی و یا اسرائیل را نگران می‌کند که شاید ایران قابلیت پرتاب مثلا یک کلاهک هسته‌ای را نیز با موشک‌هایش داشته باشد. ایران گفته چنین قصدی ندارد. هدف از پرتاب ماهواره نور قاعدتا رصد کردن و جمع‌آوری اطلاعات نظامی از ارتفاع بالا و ارتباط‌گیری از این طریق بین واحدهای مختلف نیروهای مسلح است. از نوع بیان حامیان یا عوامل سپاه پاسداران در شبکه‌های اجتماعی چنین برمی‌آید که علاوه بر نمایش قدرت به خارج، در صدد نوعی دهنکجی به دولت هم هستند، با این مضمون که تلاش‌های چند باره دولت برای پرتاب ماهواره شکست خورده ولی سپاه کارش رو درست انجام داده. هیچ وقت رقابت ناسالم خوب نیست. اینکه حسن روحانی امروز کوچکترین اشاره‌ای به پرتاب ماهواره نکرد، این احتمال را تقویت می‌کند که شاید سپاه با دولت هماهنگی‌های مورد انتظار را به عمل نیاورده. اما برای سپاه که اخیراً به خاطر شلیک اشتباهی به هواپیمای مسافربری اوکراینی و همینطور رونمایی از دستگاهی که گفت ویروس کرونا را تشخیص می‌دهد، زیر ذره‌بین نارضایی و ناباوری افکار عمومی قرار گرفته، امروز روز خوبی به شمار می رود. سیاوش اردلان، بی بی سی. فابیان هینز، استاد مرکز تحقیقاتی جیمز مارتین درباره منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی از مانتری در ایالت کالیفرنیا با ماست. آقای هینز، خوش آمدید به برنامه. در وهله اول، آیا میشه به شواهدی در دست داشت که تایید بکنه ادعای سپاه پاسداران رو که این ماهواره نظامی در مدار زمین قرار گرفته یا نه؟ So far we've seen quite a bit of video evidence of the launch itself. ما شواهد ویدیویی زیادی دیدیم از این پرتاب ویدیویی. ایران همچنین تصاویری هم منتشر کرده از جدا شدن موشک از ماهواره و همینطور قرار گرفتن ماهواره در مدار. به نظر من اینها مدارک کافی هستن که نشون بدن این اتفاق افتاده. به نظر ما تا الان اینا تایید میکنه حرف ایران رو. اگر که ادعای سپاه پاسداران درست باشه و این اتفاق با موفقیت انجام شده باشه، چه امکانات جدیدی ایران به دست آورده؟ از یک طرف یک ماهواره دارین. این خودش یک بحث ماهواره هستش، خودش یک ظرفیت خوبی هستش، هرچند ماهواره کوچکی هستش. از طرف دیگر بحث موشک هست، موشکی که به کمک اون ماهواره در مدار قرار گرفته. این موشک با موشکایی که قبلا استفاده کردن فرق میکنه، هم به لحاظ فناوریش و هم به لحاظ نشون دهنده اینه که ایران تونسته تکامل پیدا بکنه در ظرفیت‌های علمیش از اون وهله مرحله اولیه‌ای که توش قرار داشت. نگرانی جامعه جهانی مشخصاً آمریکا از چیه؟ نگرانی آمریکا این هست که آمریکا داره استفاده میکنه از این برنامه فضایی برای توسعه موشک‌های بالستیک و این فقط یک سرپوشی هستش برای چنین برنامه. به نظر من تا الان نگرانی‌های آمریکا در بابش خیلی مبالغه شده، بلکه اگه شما نگاه بکنید از ماهواره برهایی که ایران استفاده کرده، اینها فناوری‌هایی نیستن که خیلی بخواد کاربرد نظامی داشته باشن. اینها تکنولوژی هایی که ایران به ما نشون داده و توسط سپاه پاسداران توسعه پیدا کرده، اینها فناوری هایی هستند که میتونن در آینده بعداً برای توسعه های نظامی مورد استفاده قرار بگیرن، اما این مورد خاص نه. آقای هینز، شما در توییترتون درباره پرتابگر مایع و جامد توییتی کرده بودید، گفته بود که برخلاف ادعای وزیر ارتباطات ایران به نظر میاد که از پرتابگر مایع استفاده شده. این یعنی چی و چه تفاوتی داره با هم؟ در مرحله اول که بر اساس موشک‌های شهاب و قدر و صفیر بنا شده، موشک‌های قبلی که ایران داشت چیز خاصی نبود، اما در مرحله دوم یک موشکی هستش که از یک کیس فایبر کربن استفاده می‌کنه
که اجزای متحرک روش داره و اونها خیلی فناوری‌های پیشرفته‌ای هستند. در این مرحله یک موتور خیلی کوچکی دارن ایرانیان ازش استفاده میکنن، اما نشون میده که ایران تمام ظرفیت‌های لازم رو برای توسعه برد موشک‌هاش داره و این نگرانی آمریکا که از این تکنولوژی بخواد استفاده بشه از موتور کوچک که بعداً بتونه اینو تبدیل بکنه به موتورهای بزرگ که در موشک‌های دوربرد قرار بگیره، نگرانی آمریکا دقیقاً از اون هست. در تصاویری که رسانه‌های ایران منتشر کردن به نظر میاد که تصاویر مربوط به پرتابگر محو شده. فکر می‌کنید علت چیه؟ در مرحله اولی اونها نمیخواستن که ماه سکوها رو ببینید و بعد نظرشون رو عوض کردن و بعد نشونش دادن. خیلی جالب هستش که اول از همه این پرتاب توسط سپاه انجام شد، یعنی اصلا فناوریش رو سپاه انجام داد، بنابراین یه ذره در موازات با برنامه هوافضای قبلی ایران انجام میشده و جلو میرفته. قبلاً که در ماهواره‌ای که پرتاب میشد ما از این از پایگاه امام خمینی میدیدیم که موشک پرتاب میشد، ولی الان میبینیم از یک پایگاه مخفی سپاه در نزدیکی شاهرود این پرتاب شد بدون اینکه قبلاً بهش توضیح بدن. قبلاً که اینا ماهواره پرتاب میکردن اطلاعات لازم رو میدادن درباره تدارکاتی که میشد، درباره آمادگی هایی که در فضا برای این کار انجام میشد، اما اینجا خیلی در مدت خیلی کوتاهی ما دیدیم اتفاق انجام شد. شاید همین خودش هم یک پیام داشته باشه. چنانچه این پرتاب موفق باشه، آیا ایران میتونه که برخلاف بارهای قبل که ماهواره‌های مخابراتیش رو نتونست در مدار قرار بده، در آینده ماهواره مخابراتی در مدار قرار بده؟ این ماهواره‌ای که امروز پرتاب کردن هنوز سکوش خیلی کوچک هستش براش، برای این کار باید یه ذره بزرگترش بکنن، باید یک شبکه نظامی ارتباطات درست بکنن، خودش یه ذره وقت بر خواهد بود، ولی فکر کنم علل اصول میتونن از این فناوری استفاده کنن برای اون چیزی که شما گفتین. متشکرم. فابیان هینز، استاد مرکز تحقیقاتی جیمز مارتین. آمار رسمی کشورها نشان می‌دهد تا امروز بیش از 2.5 میلیون نفر مبتلا به کرونا در جهان شناسایی شدند. آمار رسمی جانباختگان هم به حدود 180 هزار نفر رسیده. شیوع ویروس کرونا بر زندگی، اقتصاد و سیاست‌های کشورهای جهان تأثیر تعیین کننده‌ای داشته. دیروز دونالد ترامپ به نام مبارزه با ویروس کرونا مهاجرت به آمریکا را موقتاً ممنوع کرد. آلمان آرام آرام محدودیت‌ها را رفع می‌کند، اما در اسپانیا دولت خواهان تمدید محدودیت‌ها برای 2 هفته دیگر شده. ژیار گل نگاهی کرده به وضعیت شیوع کرونا در جهان و تبعات آن. از استانبول تا لندن، از پاریس تا نیویورک، خیابان‌ها و کوچه‌ها خلوت شدند. هدف کاهش سرعت شیوع ویروس همه‌گیر کرونا است. تا به امروز آمارهای رسمی نشان می‌دهند که بیش از 2.5 میلیون نفر در جهان به این ویروس مبتلا شدند و دست کم 175 هزار نفر فوت کردند. اما کارشناسان میگویند آمار حقیقی بسیار بالاتر است. در آمریکا این ویروس باعث مرگ بیش از 45 هزار نفر شده. در بسیاری از ایالت‌های این کشور مردم خواهان رفع محدودیت‌ها هستند. میلیون‌ها نفر بیکار و اقتصاد این کشور با چالش کم سابقه ای روبروست. دونالد ترامپ دیروز مهاجرت به آمریکا را برای 2 ماه متوقف کرد. اشتباه فن ناعادلانه خواهد بود که مهاجران را جایگزین آمریکایی هایی کنیم که به خاطر ویروس بیکار شدند. بسیاری از منتقدان دونالد ترامپ را به بیگانه حراسی متهم کردند و میگویند این تصمیم او بیشتر برای تبلیغات انتخاباتی است تا مبارزه با کرونا. در بریتانیا آمار تلفات کسانی که تنها در بیمارستان‌ها بر اثر کرونا فوت کردند از 17 هزار نفر گذشت. اما این ویروس نتوانست پارلمان این کشور را کاملا تعطیل کند. امروز تعدادی از نمایندگان برای اولین بار در تاریخ 700 سالی پارلمان از طریق اینترنت برنامه‌های دولت را به چالش کشیدند. رویه اشتباه جا افتاده. در اجرای محدودیت‌ها، آزمایش کرونا و حالا تهیه وسایل حفاظتی کند عمل کرد. دولت اعلام کرد که دانشمندان دانشگاه آکسفورد از فردا آزمایش واکسن کرونا را بر روی انسان شروع خواهند کرد.
در اسپانیا دومین کشور با بالاترین آمار مبتلایان و فوت شدگان، دولت خواهان تمدید محدودیت‌ها و فاصله اجتماعی برای دو هفته دیگر شد. در آلمان که بیشترین آزمایش‌های کرونا را انجام داده، دولت تصمیم گرفته آرام آرام و آهسته محدودیت‌ها را بردارد. اما یکی از بزرگترین جشنواره‌های این کشور، جشنواره آبجو، برگزار نخواهد شد. ترکیه هم با 95 هزار مورد تایید شده، حال مبتلایانش به ویروس کرونا بیش از چین است. دولت ترکیه می‌گوید وضعیت آرام و تحت کنترل است، اما انجمن پزشکان این کشور می‌گوید آمار مبتلایان رو به کاهش نیست. بسیاری که از سیاست‌های دولت انتقاد کردند یا آمار رسمی را به چالش کشیدند بازداشت شدند. در آستانه ماه رمضان بسیاری از کشورهای اسلامی مراسم مذهبی و تجمعات را لغو کردند. اما در پاکستان در برابر این محدودیت‌ها مقاومت می‌شود. در ماه رمضان مردم بیشتر در اماکن مذهبی جمع می‌شوند. این تجمعات می‌تواند محیطی مناسب برای شیوع ویروس کرونا باشد. ژیارگل، بی بی سی. اما کرونا دنیای ما رو برای همیشه تغییر داده. فاصله‌ای که از کسانی که دوست داریم گرفته ایم، دلتنگی و ترس از مرگ. به قول کسی، مرگ به اندازه دست دادن با یک انسان دیگر به ما نزدیک است. نویسنده این جمله ابراهیم سلطانی، استاد علوم و فلسفه سیاسی در دانشگاه ایسترن میشیگان از ایالت میشیگان با ماست. آقای سلطانی، توییتی کردید که بسیار هم مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفت، از اینکه مرگ به اندازه یک دست دادن و به اندازه بغل کردن به ما نزدیک شده. چه تأثیری بر روابط انسانی خواهد گذاشت این تحول؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. اجازه بدین من چند نکته رو در مورد موقعیت کنونی عرض بکنم. همونطور که شما اشاره کردید و همه ما میدونیم، موقعیت کنونی از چند تا عنصر برساخته شده که شکل میده به موقعیت روابط ما. فاصله‌ای که به ما تحمیل شده، تنهایی که ناشی از این فاصله هست، ترسی که ناشی از احتمال مرگ هست، سوءظن و عدم یقینی، سوءظن نسبت به دیگران و عدم یقینی که درباره آینده داریم، و در این حال لابلای همه این عناصر منفی نگران کننده، یک تلاش برای جستجوی روزنی به بیرون از این تاریکی. و همه اینها به نظر من مهمترین نتیجهش این بوده که ما واقعا با یه بحران معنای بزرگ داریم دست و پنجه نرم میکنیم. ما از کجا معنای زندگیمون رو میگیریم؟ معنای زندگی در عموماً از سه سرچشمه در واقع متولد میشه: لذت‌های کوچک زندگی، هدف‌های میان مدت و دراز مدتی که ما برای زندگیمون داریم، و مناسبات اجتماعیمون. از لذت‌های کوچک من منظورم چای خوردن با یه دوستی که به خانه ما اومده، به کافی شاپ رفتن و قهوه خوردن با یه دوست، به سینما رفتن و دیدن یک فیلم. هدف‌های میان مدت و دراز مدت هدف‌هایی که ما برای زندگیمون در سنین مختلف داریم، که چگونه موفق بشیم به همه این اتفاقات کوچک و بزرگ معنا ببخشیم. و مناسبات اجتماعی برای ما به عنوان انسان‌هایی که پرورده شدیم، شکل گرفتیم و عادت کردیم که با دیگران ارتباط داشته باشیم، اینها سرچشمه‌های معنا بخشی به زندگی ما هستند. ما الان از همه این سرچشمه‌ها محرومیم. به خیلی از لذت‌های کوچکی که بهشون عادت داشتیم دسترسی نداریم. به دلیل عدم یقینی که درباره آینده داریم، امکان برنامه‌ریزی و طراحی هدف برای میان مدت و دراز مدت رو نداریم و از مناسبات اجتماعیمون محروم شدیم. به این شما اضافه بکنید که ما داریم با واقعاً به معنای دقیق کلمه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنیم. هر کدام ما در هر لحظه‌ای ممکنه به یکی از وحشی‌ترین انواع این ویروس مبتلا بشیم و مرگ رو به چشم خودمون ببینیم.
بنابراین حتی اگر ذره از اون لذت ها، ذره از اون هدف گذاری ها، ذره از اون مناسبات اجتماعی در فضای خلوت و تنهای ما باقی مونده باشه، در اسید ترس از مرگ ذوب میشه. این یه لایه تازه اضافه میکنه به لایه های مختلف بیمعنایی که ما مجبور بدیم باهاش دست و پنجه نرم بکنیم. و به نظرم میاد که این بی‌معنایی زندگی میتونه حتی ابعاد گسترده تری رو هم به خودش بگیره و به صورت گذشته نگرانه به ما این حس رو منتقل موقع هایی هم که ما در اثر این لذت های کوچک و هدف های احتمالاً دسترس پذیر و مناسبات اجتماعی فکر میکردیم زندگی معنایی داره، در واقع اون موقع هم ما با توهم معنا دست و پنجه نرم میکردیم. بنابراین ما از سرچشمه های معنا بخشی در زندگی روزمره محروم شدیم، با یه بحران معنا دست و پنجه نرم میکنیم و این بحران معنا ممکنه اگر این بحران بزرگ جهانگیر گسترش پیدا کنه و ادامه پیدا کنه به یک بحران معنای خیلی بزرگتر منجر. یعنی در مقابل همه این چیزهایی که از دست دادیم هیچ چیز مثبتی به دست نمیاریم در این بحران؟ چرا، اتفاقا میدونید در واقع ما الان اتفاقی که برامون افتاده و از معدود مواردی که ما درش در این موقعیت قرار گرفتیم اینه که هممون با هم داریم وضعیت بشری رو تجربه میکنیم. وضعیت بشری یا human condition وضعیتی است که فیلسوفان اگزیستانسیالیست مفصلا دربارش صحبت کردن. وضعیت مواجه شدن با ترس، بیمعنایی، تصادف، رنج، مرگ و البته در کنار همه اینا امکان. ما الان هممون بیشتر از همیشه متوجه شدیم که در کشتی نوحی به سر میبریم که دستخوش طوفان شده و هر لحظه ممکنه بشکنه. بنابراین ما دو اتفاق رو داریم دست جمعی تجربه میکنیم، رنج مشترک و مسئولیت مشترک. منتها چیز جالب در مورد این مسئولیت مشترک اینه، رنج مشترک که همین تجربه مشترک ترس و تنهایی و عذاب و احتمال مرگ و غیره است، هممون به یک اندازه در شرایط مختلف درگیر چنین ترسی هستیم. ولی مسئولیت مشترک چیه؟ مسئولیت مشترک اینجا وجه اخلاقی نداره، اتفاقا ناشی از موقعیتی که درش قرار گرفتیم به این معنا که ما بالقوه هر کدام از ما قاتل دیگران و مقتول دیگران میتونیم باشیم. اگر توصیه هایی رو که شده رعایت نکنیم، به عنوان ناقل این ویروس وحشی من ممکنه قاتل هر کسی باشم بالقوه و هر کسی اطراف من ممکنه قاتل من باشه. به این معنای مسئولیت مشترک وجود داره که ما رعایت بکنیم این توصیه های بهداشتی رو برای که خودمون زنده بمونیم، و اگه رعایتشون بکنیم موجب میشه که دیگران هم احتمال زنده موندنشون بالا بره. به این ترتیب ما داریم یه رنج مشترک و یه مسئولیت مشترک رو تجربه کنیم که این مسئولیت مشترک از جنس اتفاقا مسئولیت اخلاقی نیست، یه جایی که خودخواهی و دگرخواهی لازم و ملزوم شدن. من اگر مراقب خودم باشم مراقب شما هم هستم. این اون روزنه کوچکه. متشکرم از شما ابراهیم سلطانی، استاد علوم و فلسفه سیاسی با من. لبنان و عراق هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. در یک ماه گذشته دولت‌ها در هر دو کشور محدودیت‌های سفت و سختی گذاشتند که تا حدی توانست جلوی شیوع این ویروس را بگیرد. هر دو پیش از ماجرای کرونا شاهد تظاهرات ضد دولتی بودند. حالا بعضی از معترضان به خیابان‌ها برگشتند. آنها امیدوارند که با دور شدن خطر کرونا دوباره بتوانند تجمعات بزرگی برگزار کنند. نفیسه کنهور گزارش می‌دهد. اعتراض از داخل ماشین با حفظ فاصله گذاری اجتماعی. معترضان لبنانی بعد از چند هفته غیبت اینطور به خیابان‌های بیروت برگشتند. از ماه گذشته برای جلوگیری از شیوع کرونا لبنانی‌ها اجازه داشتند فقط برای خریدهای ضروری بیرون بیایند. همین تظاهر کننده هایی را هم که از پاییز سال پیش در اعتراض به فساد مالی دولت مردان و وضعیت بد اقتصادی این کشور در میدان ها بودند خانه نشین کرده بود. البته تا دیروز. درسته که باید خونه بمونیم، اما ما با ماشینامون به خیابون اومدیم که نشون بدیم ویروس مشکلی نیست و نمیتونه مانع ما بشه. وضعیت کشور طوریه که نمیشه بیشتر خونه موند و سکوت کرد.
مقامات لبنان میگویند با سختگیری ها توانستند جلوی انتشار و بالا رفتن مرگ و میر ناشی از ویروس را به خوبی بگیرند. اما این برای معترضان و آنها که درد نان دارند کفایت نمی کند. اقتصاد لبنان پیش از کرونا هم در آستانه ورشکستگی بود و با آمدن ویروس و محدودیت های به دنبالش اوضاع بدتر هم شد. ما اینجاییم تا بگیم وسط کارزار کرونا و بحران اقتصادی دولت تنها دو راه برای ما باقی گذاشته، یا از گرسنگی بمیریم یا از بیماری، و خب چون در هر دو حالت تهش مرگه بهتر ایستاده بمیریم. در بغداد اما بازگشت تظاهر کننده ها خونین بود. دیروز با برداشته شدن محدودیت تردد یک ماهه تعدادی از معترض ها دوباره به اینجا میدان تحریر آمده بودند که به سویشان شلیک شد. هرچند هنوز هویت شلیک کننده ها معلوم نیست. میدان تحریر تا پیش از آمدن کرونا ماه‌ها شاهد اعتراض گسترده ضد ساختار حکومت بود، با شعارهایی که بعضن علیه ایران هم بودند. بیش از 400 نفر در این تظاهرات با گلوله نیروهای امنیتی و شبه نظامی کشته شدند. حالا با اینکه تعداد بسیار کمتری به میدان آمده اند، معترضان امیدوارند با رفع محدودیت ها به خاطر کرونا دوباره تظاهرات و همان گستردگی از سر گرفته شود. دولت عراق از ماه پیش محدودیت های سفت و سختی را برای مبارزه با شیوع کرونا وضع کرد. از جمله قرار منع آمده شد و بستن همه مرزها با ایران و تعطیلی فرودگاه ها. حالا اما زندگی دوباره به حالت عادی برگشته. از دیروز محدودیت تردد روزانه در شهرها را تا حدی لغو کردند. بهترین خبر برای کسانی که این مدت رسما از نان خوردن افتاده بودند. ما مغازه ها رو باز کردیم چون دیگه واقعا به پول احتیاج داریم. 60% مردم کارمند دولتن و حقوق میگیرن، اما 40% بقیه خودشون مدیون خودشون رو در بیارن. من 36 روزه کار نکردم و بیشترش دیگه ممکن نبود. کی میخواد اجاره مغازه ای منو بده؟ الانم که دم ماه رمضونه. نگرانی از کرونا اما هنوز در عراق تمام نشده. اینجا وسط صحرای نجف، جایی دورتر از قبرستان اصلی شهر، هر روز چندین نفر که در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده اند دفن می شوند. در تابوت هایی که دورشان نایلون پیچی شده و گورهایی که به غایت عمیق‌تر از قبرهای عادی حفر شدند. برگزاری مراسم و خدمات کفن و دفن و نماز میت را هشت شبی به عهده گرفته. ما سعیمون اینه که همه چیز رو به طور شرعی انجام بدیم. طبق توصیه مرجعیت دینی همین کار رو انجام میدیم. اما در عین حال توصیه های پزشکی رو هم به دقت در نظر میگیریم. تعداد رسمی مبتلایان در عراق به ویروس کرونا حدود 1600 نفر اعلام شده. اما پزشکان نگرانند با کم شدن محدودیت آمده شد این تعداد یک بار بیشتر شود. روزی حدود 40 مورد جدید از مبتلاها ثبت میشه. اما امیدواریم وضع بهتر بشه و در هفته‌های آتی بتونیم اعلام کنیم که از مرحله خطر عبور کردیم. واقعیت اینه که ما هنوز اول جنگ هستیم، نه حتی وسطش، چه برسه به آخر. کرونا همه دنیا را به چالش کشید. اما برای کشورهایی مثل عراق جنگ زده که هزار مشکل دیگر دارند، این موزل گرهی است بر گره‌های باز نشده قبلی. مشکلاتی که با دور شدن ویروس شاید بدتر از بیماری گریبانگیر ساکنان و دولت‌های این کشورها شود. نفیسه کوهنورد، بی بی سی. سقوط قیمت جهانی نفت به علت بحران کرونا همچنان ادامه دارد. بهای نفت خام برنت امروز به کمتر از 16 دلار هم رسید که در قرن 21 بی‌سابقه است. رئیس جمهوری ایران میگوید سقوط قیمت برای همه کشورهای صادرکننده نفت مشکل درست کرده، ولی به دلیل کاهش اتکا به صادرات نفتی خسارت‌های ایران کمتر است. ولی قیمت‌ها کی ممکن است دوباره به سطح پیش از کرونا برگردند؟ بهرنگ تاجین گزارش می‌دهد. قصه پرسوز و گداز این روزهای نفت از خانه نشینی مردم شروع می شود. خیابان‌های عاری از ترافیک
پاساژهای بدون مشتری و هواپیماهایی که محدودیت‌های مسافرت ناشی از شیوع کرونا زمینگیرشان کرده، باعث افت بی‌سابقه تقاضای جهانی برای سوخت‌های فسیلی شده. همین است که صنعت طلای سیاه به خاک سیاه نشسته. صبح چهارشنبه قیمت اصلی ترین شاخص بازار جهانی یعنی نفت برنت در مقطعی به زیر 16 دلار هم سقوط کرد. پایین ترین قیمت از سال 1999. کشورهای صادرکننده نگرانند. بعضیا یه تیترایی رو انتخاب کردن که مثل اینکه این یک موفقیت بزرگ برای ما بوده و یک شکست بزرگ برای بعضی. نه، برای همه ما مشکل درست کرده، برای ما مشکل درست کرده. ما چون اتکامون به نفت، حالا خواسته یا ناخواسته، با اراده خودمون یا با تحمیل دشمن، به هر حال چون اتکای ما به نفت خام کمتر شده، حتما خسارت‌های ما کمتر خواهد بود. ایران تنها کشوری نیست که به خاطر تحریم‌های آمریکا تولید و صادراتش پایین آمده. اوضاع ونزوئلا اگر از ایران بدتر نباشد، بهتر هم نیست. ونزوئلا داره نفتش رو با تخفیف میفروشه چون خریدار نداره. حتی کسی رو نداره که ازش بنزین یا افزودنی‌های لازم برای پالایش رو بخره و پالایشگاه‌هاش عملاً خابیده. نفت تنها در دو ماه گذشته 2/3 ارزشش را از دست داده و از بشکه 60 دلار به تقریباً 20 دلار رسیده. پر شدن ظرفیت انبارهای نفت آمریکا حتی موجب این شد که دوشنبه در اتفاقی بی سابقه بهای نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه مه به نزدیک به منفی 40 دلار در هر بشکه هم برسد. اوپک و متحدانش همین هفته پیش سر کاهش 10 میلیون بشکه یه تولید روزانه به توافق رسیدند، ولی هنوز 10 روز تا شروع اجرای آن توافق باقی مانده. ایران معتقد است تثبیت بازار بدون کمک بقیه تولید کنندگان نفت از جمله آمریکا ممکن نیست. باید اقدامات دیگه ای برای این کارها اوپک و غیر اوپک و به ویژه تولید کنندگانی که هیچ تعهدی در این مدت به عهده نگرفتن، مثل تولید کنندگان شیل اول در آمریکا و کانادا، بر عهده بگیرن تا این بحران که یک بحران عمومی است مثل سابق. فقط به نظر من اوپک نمیتونه این مشکل رو حل کنه، این حل بشه، وگرنه به طور طبیعی از طریق بازار تنبیه خواهند شد. یعنی همین الان یه عده دارن ورشکست میشن در آمریکا و کانادا. معلوم نیست چرخ‌های اقتصاد دنیا کی دوباره به راه میافتد. تحلیلگران میگویند وضعیت تا اطلاع ثانوی قرمز است. برای اینکه قیمت نفت دوباره بالا بره چند تا اتفاق باید بیفته. تولید کننده های نفت شیل آمریکا باید واقعا تولیدشون رو کاهش بدن. عربستان، اوپک و روسیه هم باید متحد بشن و تولیدشون رو باز هم کمتر کنن. اگه کشورها، مخصوصا اقتصادهای بزرگ مثل آمریکا و اتحادیه اروپا، بتونن تا آخر ماه مه یا اوایل ژوئن قرنطینه رو بردارن و اقتصاد رو باز کنن، احتمالاً قیمتا سیر صعودی میگیره و دو ماه بعد مثلا ژوئیه یا اوت ممکنه به بشکه 30 تا 32 دلار برسه. کرونا زندگی ها را محدود کرده و مشروط. اقتصاد و بازارها هم فعلا باید به همین ساز برقصند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. زندگی در قرنطینه برای اکثر آدم‌ها سخته، اما احتمالاً برای پناهجویان سخت‌تر. از جمله پناهجویان ایرانی که در ترکیه به دشواری‌های زندگیشان قرنطینه هم اضافه شده. سفر مجازی علی همدانی به ترکیه و دیدارش با این پناهجویان. بابا، من می‌خوام با تو برم بیرون بسه. بابا جو، الان که نمیشه، بیرون هنوز تمیز نشده. وقتی تمیز شد، با هم میریم پارک، باشه؟ پس من رفتم. بای بای. قربونت سرم. برشی از یک زندگی در سایه کرونا. اینجا پارک بازی محله ما هست که معمولاً هفته دو یا سه مرتبه با سپه میبودیم برای بازی، اما خب این روزا همینجور که میبینید کاملاً خالی هستش. سرگرم کردن سپه، کودک پناهجو، شاید یکی از ابتدایی ترین دغدغه‌های هزاران پناهجویی باشد که در ترکیه هند. ترکیه نسبتاً دیرتر از همه جا درها رو به روی شهروندها بست. من محمد هستم. امروز در فاصله روزایی که توی قرنطینه خونگی به سر میبریم، امروز دارم میرم که یه سری خرید بکنم از مارکت. ما یه خانواده 5 نفره هستیم توی این شهر زندگی میکنیم که شامل خودم، همسرم، فرزندم، مادرم و مادر همسرم هستیم.
پناهجویان ایرانی اکثرا در شهرهای کوچک ترکیه ساکنند. بی حمایت مالی سازمان ملل، بی حمایت دولت ترکیه و حتی بدون اجازه کار. و حالا کرونا. این مغازه‌های قفل محل کسب و کار پناهجویان شهرهای پناهجو پذیر. کسب و کارهایی که اصولاً بسیار پایین‌تر از دستمزد رایج به پناهجویان حقوق می‌دادند. حالا همه تعطیلند. واقعاً شرایط خیلی سخت‌تر از قبل شده به خاطر اینکه همه روزمزد بودن، توی رستوران‌ها، کارگاه‌های نساجی کار می‌کردن و الان با این شرایطی که فکر کنم این کارگاه‌ها و این رستوران‌ها و کافه‌ها بسته شدن، یعنی واقعا اون که پرداخت روزانه رو هم از دست دادن. دولت ترکیه اخیراً بیمه پناهجویان سازمان ملل و خدمات بهداشتی رایگان را متوقف کرده، درست قبل از نزول کرونا. همین کار را برای پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه که مانند سایر شهروندان در خطر ابتلا به کووید 19 قرار دارند سخت‌تر کرده. همش این سوال برام پیش میاد که واقعا چه فشار روانیه، چون خودم مثلا الان یک هفته است که تن درد دارم، ولی هی به خودم میگم که خب سرماخوردگیه. سعی میکنم که هی ارتباط نداشته باشم، اون مسئله ایمنی رو رعایت کنم، ولی اون فشار روانی که روم هست واقعا همش منو به این فکر وامی داره که این تبعیض‌ها در همه چی و در همه شرایطی خودش رو به صورت پررنگی نشون میده. برخی از این پناهجویان بعد از سالها انتظار سرانجام قرار بود توسط کمیساریای عالی حقوق پناهندگان از ترکیه به کشور مقصد بروند که کرونا پروازها را زمین گیر کرد. من پرواز داشتم برای استرالیا و قرار بود اونجا بازاسکان بشم و دقیقا 5 روز قبل از پروازم پروازم کنسل شد به خاطر کووید 19 و من همه چی رو بسته بودم، آماده رفتن بودم، با کسایی که قرار بود توی استرالیا ببینم تماس گرفته بودم، گفتم بچه من دارم میام و خونه رو اینجا جمع کرده بودم، آماده تحویل بودم و یهو همه گفتم بعد بمونیم و الان مشخص است من هنوز چمدونام هم باز نکردم. اگر آینده برای همه ساکنان کره زمین نامعلوم است، معمایش برای پناهجویان در ترکیه پیچیده تر است. مشکلات بسیار هستن و امیدوارم واقعا هر چه زودتر این اتفاق تموم بشه و ما به زندگی عادی اون برگردیم. امیدوارم سازمان‌های مربوطه بتونن دوستانی که اینجا واقعا بیکار هستن یه نگاه ویژه بکنن تا بلکه یه گوشه کوچیکی از مشکلات این دوستان برطرف بشه. پناهجویان در ترکیه به انتظار کشیدن عادت دارند و حالا یک انتظار تازه، اینکه درها کی باز می شوند. علی همدانی با کمک شهروند خبرنگاران پناهجو، بی بی سی. در شب‌های اخیر داستان قرنطینه رو از هنرمندان زیادی شنیدیم. امشب هم یک آهنگساز و خواننده که بسیاری با آثار او خاطره داریم مهمان ما شده. حسن شمایی‌زاده، آهنگساز و خواننده از لس آنجلس با ما پیوسته. آقای شمایی‌زاده، خوش آمدید به برنامه. روزهای قرنطینه رو چطور می‌گذرونید؟ الان داشتم اخبار شما رو گوش می‌کردم راجع به پناهجویان، واقعا آدم ناراحت میشه و صدر هدایت میگه در زندگی رنج‌ها و دردهایی هست که مثل خوره ما رو می‌خوره، اما درد دیگران برای ما مثل اخبار میمونه. تا جایی پناهجو نباشی نمی‌دونی که نمی‌تونی حس بکنی که اونا چه دردی را دارن متحمل میشه. روزهای قرنطینه من اصولا زیاد بر ما فرق نکرده، من چون قبلا هم اکثرا در خانه بودم، اما همسرم دلتنگی میکنه، زیاد نمیتونه تو خونه بمونه و برایش سخته. چون من به 5 قاره دنیا سفر کردم، سفرهای زیادی داشتم، شاید 500,000 تا 1,000,000 مایل، در بعضی شرکت ها من رکورد داشتم. دیگه سفر کردن برام زیاد چیز نیست، اینه که اکثرا در خانه میمونم و کارو انجام میدم، مگه یه کار ضروری باشه برم بیام. شما دلتون برای چیزی تنگ نشده؟ برای چیزی؟ چرا؟
بالاخره آدم یه چیزایی رو میس میکنه، از دست میده. در قرنطینه مشخصا دلتون برای چی تنگ شده؟ چی هستش که اگر قرنطینه برداشته بشه اولین کاری که میکنین چیه؟ اولین کاری میکنم هم کارهایی میکنم که قبلا میکردم. من زیاد اهل بیرون رفتن نیستم. آیا در روند آهنگسازی و کارتون اخلالی ایجاد شده؟ چطوری با بقیه همکاراتون در تماسید؟ در کار ما که اخلال از قبل شده بود، از 2006 اینجا سه تا کمپانی پارس ویدیو، کلتکس و ترانه دیگه بلد شدن و دیگه سرمایه گذاری نکردن و تولید ما هم خوابید. حالا ما اگر آهنگی سینگل گاهی بیرون میدیم اونم دیگه از مخارج شخصیه. تولید ما خیلی وقت پیش استاپ شده. آقا شمعی‌زاده، دو فرزند دارین، پسرتون دخترتون، اونها هم لس آنجلس هستند، اونها میتونن بیان دیدنتون یا به خاطر قرنطینه نمیتونن بیان؟ دختر من لس آنجلس، پسرم اسپشیالیست دندون پزشک نیویورک، در اونجا گیر افتاده و ما خیلی نگرانشیم. دخترتون میتونه بیاد دیدنتون یا اینکه به خاطر قرنطینه امکان دیدار نداریم؟ نه دخترم گاهی میاد میره، مشکلی نداریم چون اونام تو قرنطینه هستن و مشکلی ندارن. ولی پسرم واقعا گفتین آرزو، تنها آرزو اینه که این قرنطینه تموم بشه، من پسرم بتونه برگرده بیاد لس آنجلس. آقای شمعی‌زاده، خیلی از هنرمندا میگن که این تجربه، این سکونی که بر زندگی تحمیل شده، در واقع به خلاقیتشون کمک کرده. آیا این اتفاق برای شما هم افتاده؟ خب طبیعیه، وقتی انسان‌ها بیشتر، هنرمندا بیشتر در خونه میمونن، خب کاری ندارن، مجبورن که یه کارهایی بکنن. ولی برای خلاقیت زمانی به وجود میاد. ببینید آهنگسازی، شما هرچی مسن‌تر میشی با تجربه تر میشی، اما حوصله‌ت روز به روز کم میشه. هنرمندای دیگه هم اگر اون حس و حوصله رو داشته باشن، معلومه که خلاقیتشون بیشتر میشه. آیا این تجربه باعث شده که شما احساس کنین که پرکارترین، دلتون میخواد بیشتر بنویسین، بیشتر آهنگ بسازین؟ فرقی نکرده. من این اواخرم عرضی به خدمت، من 60 سال و 4 ماه و 4 روز که کار حرفه‌ای میکنم. آدم بگه خسته میشه. البته واقعا کودکی همه ما پر از خاطره است و آثار شما، خصوصا برای ماهایی که دخترین، فکر کنم تقریبا همه پدرهای ایرانی بارها و بارها ترانه یه دختر دارم شاه نداره شما رو برای دختران عزیز کردنشون خوندن. یک دنیا ممنون آقای شمعی‌زاده بابت تمام این سالها و خاطره هایی که برای ما ساختید. محبت کردید، یکی از آثارتون رو امشب برای ما در قرنطینه اجرا کردید. میشه یه توضیح کوتاهی راجع به این اثر بدید؟ این آهنگ باور کنید من تمام آهنگام و تنظیم کننده شعارش از حفظم، ولی این یکی روی درست یاد میاد. آهنگ مروارید، دو نفر شاعر داشت که با هم شعر رو سرودن و الان حضور ذهن ندارم تنظیمش از کی بود. آهنگ مروارید هست و آهنگ زیبایی است. بسیار عالی، متشکر از اینکه این اثر رو از قرنطینه برای ما اجرا کردید. دعوت میکنم از بینندگان عزیز که این اثر رو با هم ببینید. مرواری دور گردنت خودم دیدم میبندی، چقدر گل داره به سرت خودم دیدم میبندی، شونه به زلفون سیاد خودم دیدم میبندی، مرگوری داره گردنت خودم دیدم میبندی، دزکی ای جون دلم چرا نگاه میکردی، دزکی ای جون دلم چرا نگاه میکردی، چقدر گل داره به سرت خودم دیدم میبندی، چونه به زلفون سیاد خودم دیدم میبندی.
حالا تو دیدی چه کردی، ما رو دیوونه کردی. حالا تو دیدی چه کردی، ما رو دیوونه کردی. با اون نگاه مستت همه رو دیوونه کردی، با اون نگاه مستت تو قلبم لونه کردی. مرواری داره گردن خودم دیدم میبندی، چقدر گلدار به سرت خودم دیدم میبندی، شونه به زلفون سیاد خودم دیدم میبندی. مرواری داره گردن خودم دیدم میبندی، دستکی ای جون دلم چرا نگام میکردی، دستکی ای جون دلم چرا نگام میکردی. چقدر گلدار به سرت خودم دیدم میبندی، شونه به زلفون سیاد خودم دیدم میبندی. به من بهار میام سراغت، عروس میشم روی گلای باغت. اگه بشه بهار بیای سراغم، شادی را با گل بیاری به باغم. مرواری داره گردنت خودم برات میبندم، چقدر گلدار به سرت خودم برات میبندم، شونه به زلفون سیاد خودم برات میبندم. فدای چشم مست تو دور سرت میگردم، فدای چشم مست تو دور سرت میگردم. مرواری داره گردنت خودم برات میبندم. به به، با این اجرای ویژه استاد حسن شمایزاده این 60 دقیقه رو به پایان رسیدیم. ممنون از همراهی شما. مراقب هم دیگه باشید.